سلام به شما بینندگان عزیز از کریمی هستم برنامه یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگری رو تقدیمتون میکنم میریم امروز سراغ بخش قسمت چهاردهم برنامه در مورد ساختار و ارگان های قدرت سیاسی تو این قسمت راجع به سیستم شورایی حکومت شورایی اینکه همینطور در مورد ارتش و کلا نیروهای مسلح که به سر اونا چی میاد در مورد بروکراسی موافق مردم این سیستم اداری که الان هست و بیهوقی مردم در مقابل در واقع ادارات و این سیستم و همینطور در مورد دادگستری مستقل و سیستم قضایی مستقل تو این قسمت صحبت میکنیم تو این قسمت اساسا یه مقدار در مورد حکومت شورایی صحبت میکنم و یه ذره توضیح میدم باز میکنم در قسمت های قبلی برنامه اشاراتی کردم که کلا ما یه سیستم شورایی میخواد ما یه حکومت شورایی میخواد حکومت شورایی تنها نوع حکومتیه که امکان میده به توده های میلیونی مردم که در زمینه های مختلف در مورد سرنوشت خودشون در مقابل در مورد مسائل مختلفی که مربوط به محل کارشون محل زندگیشون محل درسشون و یا در سطح سراسری کشور قانون و قانونگذاری در سطح کشور هست بتونن دخالت کنن نظرشون رو اعمال بکنن رأی بدن و اون چیزی که مطلوب اکثریت مردم هست رو اجرا بکنن و تنها تو این سیستمه که مردم شخصیت و حرمت پیدا میکنن سیستم های معاصر حتی در دموکراتیک ترین کشورهای اروپایی در پیشرفته ترین دنیا نشون دادن که مردم به طور واقعی حقوق بی حقوق هستن امکان تاثیرگذاری رو ندارن نه منظورم امکان تاثیرگذاری مردم مبارزه میکنن و به این معنا تاثیرشون میگذارن ولی اون مبارزه خارج از سیستم موجوده منظورم اون سیستم چقدر امکان بهشون میده چقدر حق براشون قائله چقدر نظرشون میپرسه چقدر رأیشون رو میگیره و اشاره کردم که تو هر چهار سال یک بار قبلا اشاره کردم هر چهار سال یک بار احزابی رو میذارن جلو مردم و مردم یکی از این احزاب رو میرن رأیشون رو میدن اون احزاب رو بر سر خودشون واسه چهار سال بعدی حاکم میکنن و میرن خونه و اون احزاب هر کاری خواستن میکنن به این معنا نظام های پارلمانی و دموکراسی نیابتی مطلقا مردم رو نمایندگی نمیکنه دخالت مردم رو تعمین نمیکنه و سیستم هایی است که متناسب با اقتصاد داری، متناسب با نظام فعلی سرمایهداری ساخته شده اینا که منافع اقلیت رو اینجوری بتونه تعمین کنه و توده مردم رو از دخالت در مسائل سیاسی جامعه در قانون محروم بکنه تکلیف طبعا مردم مثل ایران و کشورهایی که تحت اسیر در واقع دولت اسلامی و یا حکومت مستبدی هستن اونا که روشنه ما داریم نقد میزنیم تازه بر سر پیشرفته ترین کشورهای داری و ببینیم مردم چقدر بیهوغ هستن توی نظام ها ما معتقدیم که سیستم بعدی حکومت بعدی باید حکومت شورایی باشه در تمام سطوح از کوچکترین محل کار که پنج نفر کارگر ده نفر کارگر یا کارمند دارن توش کار میکنن تا کارخونه های بزرگ تا دانشگاه تا مدرسه تا محلات مختلف شهرها و همینطور شهر استان و کشور در سطوح مختلف باید نظام شورایی حاکم بشه و مردم به این معنا بتونن در سطوح مختلف اعمال حاکمیت بکنن عالی ترین و بالاترین ارگان حکومت کشور تو اون سیستم در کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود در شورای مختلف در یک شهر شورای مختلفی که در محلات مختلف و جای مختلف هست اینا نمایندگانی انتخاب میکنن این نمایندگان شورای شهر رو تشکیل میدن نمایندگان شهرها شورای استان رو تشکیل میدن نمایندگان استان به همین جور میره بالا تا میرسه به کل کشور به جای مجلس در واقع فعلی پارلمان های فعلی نمایندگان شوراهای مردم در نقاط مختلف جمع میشن و تصمیم گیری میکنن فرق این چیه ممکنه که گفتش خب اینجا اونو مردم انتخاب میکنن لاقل در کشور اروپایی و نمایندگان مجلس و اینجا مردم انتخاب میکنن یک فرق اساسی داره و اون که در کشورهای اروپایی الان گفتم دموکراسی نیابتی است یعنی شما یک نفر رو در شهرتون یا در کشور انتخاب میکنین در شهر اساسا انتخاب میکنین میفرسین پارلمان و شما میره در عرض چهار سال هر کار خاص میکنه شما نمیتونین اعتراض کنین نمیتونین بکشوننش پایین نمیتونین عوضش کنین و هر قانون چیزی هم گذروندن تمام گذروندن یه سراغ شما نمیان به این معنا شما هیچ حقی ندارین احزاب سه تا چهار تا پنج تا حزب حاکم که امکانات تبلیغی دارن و موقعیتی داشتن که تونستن یه احزاب بزرگ اینجوری بزنن جلو جامعه شما اون چهار پنج تا احزاب رو یا به هر شکلی شخصیت های دیگه که امکان تبلیغاتی واسه خودشون داشتن رو بسته به کشورهای مختلف و سیستم های انتخاباتی متفاوتی که دارن شما رأی میدین اساساً به اینا و دیگه کاری نمیکنیم فقط یک بار در چهار سال رأی میدین و تموم و میرین خونه تو. و کس از شما چیزی نمیپرسه نمیپرسم که سن بازنشستگی رو میخویم به جای 62 سال بکنیم 68 سال نظرتون چیه مگه بپرسن مردم میگن مخالفه نمیگن قرار تپ که مثلا تا حدی رایگان بوده میخوایم از این به بعد مثلا فلان بخش رو زیاد کنیم یا هزینه دارو رو زیاد کنیم یا ویزیت ها رو ببریم بالا نظرتون چیه مطمئنا مردم میگن نه زیاد نکنین اگرم یه ذره پولم هم میگیرین همون رایگان کنین چون امکانات مملکت به حد کافی وجود داره واسه تب رایگان اگه بخوان تاثیر رو خرابتر بکنن مردم نظر مردم رو بپرسن مردم اعتراض میکنن اگه بخوان یه کشور دیگر اشغال بکنن مردم اعتراض میکنن اگه بخوان آزادی های مردم رو محدود بکنن و بخوان رفراندوم بکنن و نظر مردم رو بپرسن مردم رای نمیدن در نتیجه اونا رای نمیگیرن ولی در سیستم شورایی نیاب... نیابتی نیست شما خودتون مستقیما حضور دارید اولا در سطوح مختلف تو این کشورها تو هیچ کشوری کارخونه ها دانشگاه ها شورای اداره نمیشه یعنی مردم نقشی ندارن تو این سیستم آموزش نمیبینن تربیت نمیشن یاد نمیگیرن کار سازمان یافته تو شرکت کردن تو قانون گذاری و استعدادهای سیاسی و فکریتون رو نشون دادن تو این کشورها به این معنا اتفاق نمیفته شما یه شهروند منفردی هستی که متناسب با قدرت خریدت میری تو بازار خرید میکنید حتی اکثر تو این کشورها اونقدر آزادی داری که بتونی حرف بزنی روزنامه دراری اعتراضی بکنی این حقوق وجود داره و طبعا این نسبت به کشورهای مثل ایران بسیار پیشرفته اینا حقوقی که مردم با مبارزاتشون تحمیل کردن و طبعا به این معنا بهتره ولی مردم به طور واقعی حقوقی ندارن در همین کشورها تو سیستم شورایی شما در کارخونه اگر 20 نماینده انتخاب کردیم که کارخونه رو اداره کنن به مجرد اینکه دیدین بعضیشون دارن منحرف میشن به نفش کارخون کارگرا عمل نمیکنن و مثل اینکه بندوبستی با کسی دارن بلافاصله عوضشون میکنن هر هفته یا هر ماه باید یک ساعت دو ساعت جلسه بزنن به کارگرا به بقیه اهالی کارخونه توضیح بدن که تو یک ماه چه کار کردیم خواستایی که جلسه قبل شورا شما تصویب کردین همتونم بودین و گفتین این پنج تا کار باید انجام بشه انجام دادیم یا ندیم اگه انجام ندادیم مانعش چی بوده قابل به توضیحه، قابل توجیه یا نیست اگر قابل توضیح نباشه موانع واقعی نباشه کارگر احساس کنن بندوبستی یا انحرافی وجود داره بلافاصله نماینده هر نماینده خاصن عوض میکنه به سادگی صورت میگیره به سادگی صورت میگیره و موقعی که نهایتا 20 نماینده دارن که میدونن اینا لاقل 19 تاشون واقعاً تاشون منافع خودشون نمایندگی میکنن این نماینده هم بخوان در یه سطح بالاتری نماینده دیگه انتخاب کنن طبعا صلاحیت این صلاحیت رو دارن یا اگر در سطح شهر شما کسانی انتخاب کردین و مدام ازشون گزارش خواستین که در مورد شهرتون چه کار کردن و اگه اجرا نکردن عوضشون بکنین اولا ممکنه در عرض چهار سال یه از نماینده شما عوض کنین چهار بار عوض کنین و یه درم اصلا عوض نکنین ببینین واقعا اونا شما رو نمایندگی کردن و دائم این سیستم خودش رو اصلاح میکنه دائم این سیستم امکان نمیده چون باید بیان گزارش بدن دائم مردم جمع بشن گزارش بدن بگم ما چه کار کرد از رسانه ها گزارش بدن بگم ما چه کار کردیم و مردم متوجه میشن که تعدادی از این نماینده ها منافع اونا رو اونجور که میخوان اونجور که شاید باشد باید اجرا نمیکنن و اونا رو عوض میکنن و خود این در سطح شهرهای مختلف این کار صورت میگیره و این شهرها که نماینده های استانها رو انتخاب میکنن طبعا این نماینده ها اون وقت این صلاحیت رو دارن چون دائم مورد از طرف مردم بازخواست شدن دائم از طرف مردم گزارش داده شده به مردم مردم هر کار رو خواستن عوض کردند و در اون نماینده ها این صلاحی واقعا مردم رو نمایندگی میکنن که بتونن در سطح استان هم نماینده های انتخاب کنن و همین طور این شوراها سلسله مراتب تا سطح کنگره سراسری شوراهای نمایندگان شوراهای مردم رو که جمع میشن یه جو و در سطح کشور قانون میگذرونن و به جای پارلمان و مجلس های فعلی کار میکنن این سیستم شورایی تو این سیستم برای اولین بار در واقع مردم توده و زحمتکش مردم کارکن و زحمتکش میتونن اظهار نظر بکنن حرمت واقعا پیدا میکنن فقط گاو شیرده ای نیستن که صبح تو شب کار میکنن سود برسونن به یه دیگه نظرشون پرسیده میشه رأیشون پرسیده میشه تو تصمیمگیری شرکت میکنن بسیاری از همین مردم عادی نشون میدن که واقعا چه صلاحیت هایی دارن چه شایستگی هایی دارن چه خلاقیت واسه اداره محل کارشون یا دانشگاهشون یا مدرسهشون دارن و خب روشنه این سیستم به نظر من توضیح زیادی نمیخواد که اگه مجموعه دانشجویان و استادانشون دانشگاه رو بچرخونن به بسیار بهتر، آزادانه تر، تر، مفیدتر دانشگاه رو میچرخونن تا کسی که از بالا تعیین میشه فلان وزیر میگه ایشون رئیس فلان دانشگاهه الان این سیستم در هیچ جای دنیا عمل نمیکنه چون متناسب با سرمایهداری و اون اقلیتی که حاکمه اون اقلیت میخواد همه جا خط خودش پیش بره سیاست خودش حاکم بشه و در نتیجه نمیخواد تو کارخونه کارگرا تصمیم بگیرن ساعت کار ببرن پایین یا کارگرا تصمیم بگیرن به خاطر بهداشت هزینه بشه به خاطر امنیت هزینه بشه یا ساعت یا دستمزدشون بره بالا روشن که این سیستم بهتره روشن که این سیستم منفعت مردم رو تامین میکنه و اگه امروز سیستم شورای حاکم نیست علتش این نیست که خوب خوب نبوده حاکم نشده به علت این یده نمیذارن اون اقلیتی که حاکمه با ارتشش با بوروکراسیش با رسانهایی که داره با امکانات مالی و اقتصادی که داره با چنگ و دندون میجنگه که همین بی رو به مردم تحمیل بکنه تو سیستم شورایی در این حال هر فرد از نظر ما 16 سال به بالا حق داره که کاندید بشه انتخاب بکنه رای بده و یا انتخاب بشه به هر مرجعی که لازم هست و همینطور گفتم یک مانع اون نیروهای سرکوبی که تو کشورهای مختلف در کنار دولت ها هستن واسه اینکه سیستم خودشون تحمیل کنن تو قسمت بعد میریم سراغ این که خب پس با اون ارتش باید چه کار کنیم چجوری این موانع و ها رو باید از سر راه کنار بزنیم تا اون سیستمی که میخوایم حکومتی میخوایم رو ایجاد بکنیم و اداره بکنیم بنابراین قسمت بعد قسمت 15 هم میرم سراغ ارتش و کلا نیروهای مسلح و سیستم بروکراسی بوروکراسی و اداری بازی که امروز وجود داره امیدوارم تونسته باشم یه چارچوبی از حاکمیت شورای حکومت شورایی رو توضیح داده باشم آدرس ایمیل من در انتهای برنامه هست میتونین سوالی ابهامی دارین پیشنهادی دارین انتقادی دارین با من در میان بگذاریم که تو برنامه های بعدی بهش پاسخ داده بشه. موفق باشید.